دقیق جزئیات بیشتر از اقدامات و اظهارات مقام های چین با توماج تاپاس همکارم در تایلند همراه هستیم. توماج، اول از همه از دیدار وزیر خارجه چین با سفیر آمریکا برامون بگو. اول اینکه اساساً این اظهاراتی که مطرح شده به خصوص دیدار آقای چینگانگ وزیر خارجه چین و نیکولاس پرنس سفیر در واقع ایالات متحده در بیجینگ در بحبوحه تنش‌های کم سابقه بین دو طرف هست انجام میشه و در همه این دیدارها و اظهارات به خصوص در همین دیدار اخیر با آقای برنز هم به مسئله تایوان مشخصا اشاره شده. آقای چین به نیکولاس برنز گفته واشنگتن مقصر وضعیت فعلیه و باید تأمل عمیقی بکنه قبل از اینکه اساسا روابط دو کشور به سطح مناسبی برسه. آقای چین تاکید کرده مجموعه از اظهارات و اقدامات ایالات متحده به گفته او روابط دو کشور رو با چالش جدی روبرو کرده و گفته آمریکا باید درکش رو درست کنه، تصحیح کنه و به تعاملات خرد مندانه برگرده. باز هم به گفته چینگانگ وزیر خارجه جمهوری خلق چین گفته آمریکا نباید استقلال، امنیت و توسعه منافع چین رو نقض کنه یا به خطر بندازه. در اینجا هم باز آقای چین به مسئله تایوان و رویکرد آمریکا به تایوان اشاره کرده. البته وزیر خارجه چین در این حال تاکید کرده که رابط دو کشور باید به یک ثباتی برگرده. منتها اگر یه خورده اونورتر نگاه بکنیم، نشریاتی مثل گلوبال تایمز، یکی از تابلوئیدهای وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست، پات رو فراتر گذاشتن، حتی تهدید کردن، گفتن چین باید به اقدامات به گفته اونها تهاجمی آمریکا واکنش بده تا واشنگتن متوجه بهایی بشه که برای سیاست محاصره و محدودیت چین میپردازه. مسئله تایوان همونطور که گفتم به یکی از مهمترین مسائل تنش‌های اخیر بدل شده در گفتگوهای آقای چین و آقای وانگی دیپلمات ارشد چین که در مورد روابط با بریتانیا مطرح کرده هم مسئله تایوان مطرح شده. تنش‌ها به تعلیق برخی از مناسبات نظر بخوام و کانال‌های نظامی بین دو کشور هم عملاً دامن زده. در مورد اروپا هم همینطور بوده. برای نمونه همین گزارشی که چند ساعت پیش منتشر شد در چین نشون میده که روابط سرمایه‌گذاری‌های چین در اروپا به کمترین سطح در طول 10 سال گذشته رسیده. این رو هم بگم که برنز خودش در توییتر نوشته در مورد چالش‌ها و لزوم ثبات دادن و گسترش کانال‌های ارتباطی با وزیر خارجه چین گفتگو کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته ما به چین واحد پایبند هستیم، اما متحدان خودمون رو در هندوپاسیفیک هم تنها نخواهیم گذاشت.